به نام خداوند بخشنده مهربان، حمیدرضا پیرجمادی هستم از مجموعه آموزشی فرادرس. با درس مدل سازی تجهیزات سیستم قدرت جهت مطالعه و شبیه سازی در نرم افزار دیج سایلن بخش مقدماتی در خدمت شما عزیزان هستم. خب وارد آموزشمون بشیم، ببینیم که توی این آموزش ما قراره چه چیزایی یاد بگیریم. در فهرست مطالب من بخشایی که خدمتون آموزش خواهم داد رو آوردم. در بخش اول خب بحث مقدمه هستش. توی بحث مقدمه من میخوام هدف از این آموزش رو خدمتون بگم و یک معرفی کلی از این آموزش بهتون بگم که خب این آموزش مثلا به درد چه کسایی میخوره، چه چیزهایی یاد خواهیم گرفت و برای چه کسانی مفید خواهد بود. در بخش بعدی یک معرفی کلی از نرم افزارهای مربوط به تحلیل سیستم‌های قدرت خواهیم داشت. ما میدونیم که نرم افزارهای زیادی برای تحلیل سیستم قدرت استفاده میشه، مثل نرم افزار دیج سایلنت، ایتاب، سایم، PSSE و نرم افزارهای دیگه. ما خب توی این بخش میایم نرم افزارها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، مزیت ها و معایب هر کدوم رو بررسی میکنیم که مثلا اگر یک پروژه ای داریم و میخوایم یک شبیه سازی انجام بدیم، بتونیم یک نرم افزار خوبی رو برای کارمون انتخاب کنیم. بخش بعدی بررسی شبکه سراسری هستش و پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی. ما وقتی که میخوایم یک شبکه ای رو بیایم شبیه سازی کنیم و پیاده سازی کنیم توی یک نرم افزار، یک تجهیز اصلی که ما خب خیلی به دردمون میخوره شبکه سراسری هستش. ما توی این بخش میایم شبکه سراسری رو معرفی میکنیم، پارامترهایی که داره رو یاد میگیریم که خب این پارامترها چی هستن، این پارامترها رو باید از کجا پیدا کنیم، از چه استانداردهایی استفاده کنیم. بخش بعدی بررسی باسبار هستش و پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی باسبار. در این بخش ما خب میایم باسبار رو مورد بررسی قرار میدیم، انواع باسبار رو به صورت تئوری، و بعد یاد میگیریم که خب این باسبارها رو ما چه جوری بیایم مدل سازی کنیم توی نرم افزار مد نظرمون. بحث بعدی ترانسفورماتورهای قدرت و پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی ترانسفورماتورهای قدرت هستش. خب یه تجهیزی که بسیار زیاد استفاده میشه توی شبکه سراسری ترانس هستش. ما برای اینکه ترانسفورماتور رو بتونیم به صورت دقیق‌تر مدل کنیم، نیاز به یک پارامترهایی داریم. ما توی این بخش یاد میگیریم که چه استانداردهایی اومدن ترانس قدرت رو برای ما توضیح دادن و پارامترها رو برای ما مشخص کردن. یاد میگیریم که از این استانداردها استفاده کنیم و پارامترهایی که نیاز داریم برای مدل سازی رو از این استانداردها بیرون بکشیم و توی نرم افزار وارد کنیم. بخش بعدی خطوط انتقال هستش و پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی خطوط انتقال. خب خطوط انتقال میتونه خطوط هوایی باشه، یعنی سیمایی که توی خیابون جاده ما میبینیم که از روی ستونها و دکلها رد کردن، یا میتونه به صورت کابلی باشه که از زیر زمین رد شده. ما خب یاد میگیریم که برای اینکه ما بتونیم مدل سازی کنیم خطوط انتقال رو، به چه پارامترهایی نیاز داریم و این پارامترها رو باید از کدوم رفرنس ها، از کدوم سورس ها پیدا کنیم و توی نرم افزار وارد کنیم. و همینطور خب میتونیم ماشین های الگایی رو هم حالا اضافه کنیم در آخر و همینطور جنراتورهای سنکرون رو. خب وارد بحث مقدمه بشیم. توی مقدمه من میخوام هدف از این آموزش رو بهتون بگم که ببینیم این آموزش خب به چه دردی خواهد خورد. ما همینطور که میتونیم نرم افزارهای خیلی زیادی هستش که برای تحلیل سیستم های قدرت استفاده میشه. خب آموزشش خیلی زیاد ما میتونیم پیدا کنیم، اینکه خب مثلا به عنوان مثال میخوایم پخش بار انجام بدیم توی سیستم های قدرت. خب خیلی راحت میتونیم بریم توی نرم افزار، یک منوی برای این کار در نظر گرفته شده که به عنوان مثال پاور فلو انجام میده. ما خب کلیک میکنیم تو اون گزینه و پاور فلو برای ما انجام میشه. ولی خب این کار یه کار اپراتوریه، یعنی هر کسی حتی اگه سواد مهندسی برق هم نداشته باشه خب میتونه اون کلیک رو انجام بده و پخش بار رو انجام بده. ما توی این آموزش دنبال این هستیم که بیایم به صورت مهندسی تر مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم شبکه‌مون رو. یعنی به عنوان مثال شما میخواین یک شبکه یا یک پلنت صنعتی رو شبیه سازی کنید توی نرم افزار ایتاب، توی نرم افزار دیج سایلن. با یاد بگیریم که برای اینکه ما بتونیم تحلیل رو انجام بدیم پارامترها رو چه جوری پیدا کنیم. عنوان مثال ما میخواییم یک ترانس MV به MV، مثلا ترانس 63 به 20 کیلو ولت رو بیاریم توی نرم افزار. خب باید بدونیم که این ترانس اتصالش به چه صورت باید باشه. باید ستاره مثلث باشه، باید ستاره مثلث زمین شده باشه، باید ستاره ستاره باشه. خب انتخاب این اتصال نیازمند اینه که ما یک دیتا، یک اطلاعات مهندسی از قبل داشته باشیم. ما هدفمون اینه که این اطلاعات رو به شما عزیزان یاد بدیم که دیگه شما نیازی نداشته باشید که به صورت تصادفی بیاین اتصال انتخاب کنید یا به صورت تصادفی رقم وارد کنید به نرم افزار، بعد ببینید حالا شبیه سازی به چه صورتیه، بعد بیاین اون رقم رو عوض کنید، اون پارامتر رو عوض کنید. دقیقاً یاد میگیرید که این پارامتر رو دقیق برید از استاندارد مربوطه یا از دیتای مربوطه استخراج کنید، وارد نرم افزار کنید. خب اطمینان داشته باشید که این پارامتری که وارد کردید
یک مقدار دقیق، یک مقدار مطلوب و عاقلانه تری نسبت به اینکه بیایم یک عددهای تصادفی از خودمون انتخاب کنیم تا اینکه یک دیتای خوب، یعنی یک نتایج خوبی از شبیه سازی بگیریم. بنابراین توی این آموزش ما نمیخوایم بریم سمت تحلیل سیستم های قدرت، یعنی بیایم اتصال کوتاه رو یاد بدیم، پخش بار رو یاد بدیم، یا به عنوان مثال پایداری رو یاد بدیم، در همین حد که بتونیم شبکه مورد نظرمون رو به صورت دقیق تری وارد نرم افزار کنیم، به همین حد توی این آموزش کفایت میکنیم و قسمت های پیشرفته، یعنی قسمت های تحلیلی تر رو توی بخش های بعدی خدمتون آموزش خواهیم داد. دانشجویان عزیز، حالا بیاییم بریم سمت انواع مطالعه توی سیستم های قدرت. حالا میخواییم یک سیستم قدرت رو مورد مطالعه قرار بدیم. باید چه چیزایی رو بدونیم؟ باید بدونیم خب انواع مطالعه توی سیستم قدرت به چند حالت تقسیم میشه. در حالت کلی ما دو نوع مطالعه توی سیستم قدرت داریم. اولیش مطالعه حالت ماندگاره. دومین حالت، حالت گذرا هستش. حالت ماندگار به چی میگن؟ توی حالت ماندگار زمان معنی نداره. یعنی ولتاژ، جریان، توان و همه پارامترها باز تابع زمان دیگه نیستن. این تابع زمان نبودن یعنی چی؟ ببینید، شما ولتاژ رو در نظر بگیرید. شما در حالت عادی یک نمودار از ولتاژ خواهید داشت به عنوان مثلا به این صورت که یک ولتاژ، اگر من حالا اینجا رو اسمش رو بزنم V، اینجا باشه T. نمودار ولتاژ به چه صورتیه؟ به این حالت، یعنی به صورت سینوسی میاد تغییر میکنه. توی حالت ماندگار به چه صورتیه؟ نگاه کنید، اگر من بخوام حالت ماندگار رو براتون رسم کنم، ماندگار به این صورته که اگر این T باشه، یعنی محور طولیمون باشه زمان، و اینم باشه اندازه ولتاژمون، این اندازه به چه صورتی تغییر میکنه؟ من با یه رنگ دیگه اینجا نمایش بدم خدمتون. شما فرض کنید که اینجا باشه محدوده یک پریونی، ولتاژ میاد توی این یک پریونیت نوساناتی میکنه. من یک پریونیت رو به این حالت نمایش بدم، به عنوان مثال بعضی جا میاد بالاتر، بعضی جا میره پایینتر، به این صورت بعضی جا میاد توی همون یک پریونیت نوسان میکنه، به این صورت، یعنی در کل حالتش میاد و مقادیرش حول این یک پریونیته. توی حالت ماندگار میبینید خب ما اصلا کاری نداریم که توی زمان داره چه اتفاقی میفته، فقط اندازه ولتاژ برام مهمه. این حالت ماندگار، خب بعضی از تحلیل هامون توی حالت ماندگار انجام میشه. مثل چی؟ عنوان مثال پخش بار یا مطالعات دیگه مثل اتصال کوتاه. اینا تو حوزه حالت ماندگار انجام میشه. خب تو حالت گذرا چی؟ توی حالت گذرا ما دقیقاً وابسته به زمانی. این وابستگی به زمان یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به عنوان مثلا ولتاژمون یا جریانمون یا توانمون بسیار زیاد وابسته به چیه؟ به زمان. حالا شما به عنوان مثلا شما فرض کنید که یک ولتاژی دارید به این حالت، یا حالا مثلا ما حالا اینجا مثال جریان بزنم، شما جریان اتصال کوتاه دارید، یعنی IFC. این جریان توی زمانهای خیلی کوتاه تغییرات خیلی زیاده میکنه. به عنوان مثلا بخوام شکلش براتون بکشم، شما فرض کنید که جریان دارم اتصال کوتاه به این صورت میاد، به این حالت تغییر میکنه. خب میبینیم که توی تی حالا این اندازه چقدره؟ حالا این نقطه را اگه من بگم در حد چند میلی ثانیه هستش. خب میبینیم که توی یک زمان کم تغییرات خیلی زیاد این جریان کرده. بنابراین توی حالت گذرا ما زمان برامون خیلی مهمه. برعکس حالت ماندگار که اصلا زمان برامون مهم نیست. یعنی حالت استدی استیت، یعنی دیگه سیستم به حالت پایدار خودش رسیده، داره کارش انجام میده. ولی توی حالت گذرا نه. توی حالت گذرا یک اتفاق مثل اتصال کوتاه، مثل اضافه بار، مثل کم شدن بار، اتفاق افتاده، بعد ولتاژ و جریانمون یه تغییر خاصی کردن، ما می‌خوایم اون تغییرات رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا بحث حالت گذرا خودش به دو قسمت اصلی تقسیم میشه. توی حالت ماندگار ما خیلی روش نمیخوایم کار کنیم، چون خب حالت ماندگار خیلی سختی زیادی نداره، یعنی مشخصه پخش بار رو ما معادلاتش رو میدونیم، اتصال کوتاه رو معادلاتش رو میدونیم. ولی توی حالت گذرا یکی معادلات خب دیفرانسیل میشه و اصلا رفتار سیستم خیلی سخت‌تر میشه. توی حالت گذرا ما دو تا رفتار میبینیم. یک حالت گذرای الکترومکانیکی هستش. خب الکترومکانیکی همونطور که از اسمش مشخصه، رفتار مکانیکی سیستم هم تأثیر میذاره. حالا این کجا اتفاق میفته؟ من بیام یه دونه سیستم کوچیک براتون رسم کنم. شما فرض کنید که یک نیروگاهی دارید به این حالت که این به عنوان مثال باشه جنراتور شما. خب جنراتور میدونیم که وصل میشه به یک توربینی. به این حالت من با تی نمایش بدم. این توربین میاد جنراتور رو میچرخونه. از جنراتور ما 3 تا فاز میگیریم، میدیم به یک شبکه سراسری. من شبکه سراسری رو به این حالت نمایش بدم خدمتتون. خب این 3 فاز وارد شبکه سراسری میشه، یعنی دقیقا همون اتفاقی که توی سیستم واقعی میفته.
این شبکه سراسری کارهای خیلی زیادی انجام میده، یعنی مصرف کننده های خیلی متنوعی داره، تبدیل ولتاژ های خیلی زیادی روش اتفاق میفته. حالا به عنوان مثال من بیام حالا یه مصرف کننده خیلی بزرگ رو در نظر بگیرم، به عنوان مثال یه دون پالایشگاه خیلی بزرگ، به عنوان مثال توی اصلیگر شما در نظر بگیری، تو اونجا خب پالایشگاه خیلی زیاده و مصرف های خیلی زیادی هم داره. این یکی از مصرف کننده های ماست. این پالایشگاه به عنوان یک بار بزرگ توی سیستم داره کار میکنه. شما فرض کنید که این پالایشگاه به هر دلیلی یک لحظه اتصال بین پالایشگاه و ژنراتور یا همون شبکه سراسری منقطع بشه، یعنی این قسمت قطع بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یک بار خیلی زیادی از سیستممون کم شده. خب ما در سیستم قدرت میدونیم که تو حالت ماندگار گشتاور مکانیکیمون یعنی TM برابر با گشتاور الکترومغناطیسیمونه. وقتی این گشتاور برابره یعنی چی؟ یعنی با یه توان مکانیکی به این صورت با توان الکترومغناطیسی باید برابر باشه. این برای حالت ماندگاره. وقتی که یک حالت گذرا رخ میده یعنی به این حالت یک بار زیاد اضافه میشه یا یک بار زیاد کم میشه از سیستم، چه اتفاقی میفته؟ خب ما میدونیم که از سیستم قدرت یعنی از درس بررسی دو این TM منهای TE دیگه صفر نیستش، بلکه برابر چیه؟ بلکه برابر با J دی اومگا به دی تی هستش. ما میدونیم که به این معادله نوسان میگفتن. این جی دی اومگا به دی تی خب به چی برمیگرده؟ به لختی این توربین و جنراتورمون. خب میبینیم که دیگه اینا صفر نیستش، بلکه یک حالت گذرایی رخ داده. حالا شما فرض کنید که توی حالت ماندگار من اگه بیام بررسی کنم به چه صورت خواهد بود؟ در حالت ماندگار خب اومگای ما ثابته. اومگا که ثابت بشه چه اتفاق میفته؟ این دی اومگا به دی تی صفر میشه. چرا اومگا ثابته؟ خب دیگه جنراتور داره با یه دور ثابتی میچرخه، یعنی تغییرات ناگهانی نداری. بنابراین مشتق اومگا صفر خواهد شد. وقتی که این ثابت بشه خب دیگه مشخصه به این حالت میشه که تی ام برابر میشه با تی ای. بسیار واضحه. حالا اگر ما افزایش داشته باشیم، افزایش بار یا کاهش بار هیچ فرق نمی کنه. اگر کاهش بار داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ این کاهش بار باعث میشه که تی ای ما کاهش پیدا کنه. اگر کاهش پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ آیا تی ام ما یعنی گشتاور مکانیکی ما هم سریع کاهش پیدا میکنه؟ خب ما انتظار داریم وقتی که گشتاور الکترومغناطیس کاهش پیدا کنه خب تی ام یعنی این قسمت هم بره سمت کاهش پیدا کردن. ولی خب چون بس مکانیکیه ثابت زمانی داریم، بنابراین خیلی سریع تی ام ما کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه با یک لختی و یک ثابت زمانی تی ام شروع میکنه به کم شدن. این TM که کاهش پیدا کنه تا جایی کاهش پیدا میکنه که چه اتفاقی بیفته؟ این TM برگرده و برابر با TE بشه. این رفتار الکترومکانیکیه یه دونه سیستم قدرت هستش. خب میبینیم که توی این قسمت ما قسمت‌های مکانیکیمون هم اومده وارد تحلیل هامون شده و یک ثابت زمانی داریم. به این حالت و به این مطالعات ما میگیم مطالعات الکترومکانیکی، یعنی اینکه یک ثابت زمانی رو ما باید در نظر بگیریم. مطالعه بعدی حالت گذرا بعد مطالعه الکترومکانیکی مطالعه الکترومغناطیسی هستش. توی حالت الکترومغناطیسی خب دیگه ما بحث مکانیکی نداریم، بلکه مغناطیسی. خب مثالایی که میتونیم برای این بزنیم مثل اتصال کوتاه هستش، یعنی وقتی که یک اتصال کوتاه توی سیستم رخ میده یه اتفاقایی میفته، یعنی توی در عرض مثلا چند میلی ثانیه یا در حد میکرو ثانیه یک اتفاقایی میفته توی جریان توی ولتاژ سیستم. ما باید بتونیم اونها رو بررسی کنیم. خب برای بررسی کردنش باید بریم توی ماژول حالت گذرای نرم افزارها. حالا اتفاقای دیگه که میفته بحث کلید زنی هستش یا سویچینگ. شما وقتی که یک بریکر رو وصل میکنیم چه اتفاقی میفته؟ به عنوان مثال یک بار چند مگاواتی اضافه میشه به یک سیستم، یا یک کلید زنی میتونه به عنوان قطع شدن یا دیسکانکتور استفاده بشه، یعنی یک بار خیلی زیادی رو قطع کنیم. خب اینم که تحلیل کردیم وقتی که این اتفاق میفته دو سر این بریکر یک جریان خیلی زیادی و یک ولتاژ خیلی زیادی تحت عنوان TRV میفته. خب این ولتاژ و این جریان رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم که از نوع حالت گذرای الکترومغناطیسی هستش. بحث بعدی بحث سائقه است که بسیار زیاد توی سیستم قدرت اتفاق میفته. خب سائقه یک عامل طبیعیه، یعنی توی روزهای بارانی احتمالش خیلی زیاده که یک سائقه بخوره به خطمون و یک بار خیلی زیاد و یک جریان خیلی زیاد در عرض میکرو ثانیه به عنوان مثال یک
جریان 40 کیلو آمپری وارد خط انتقالمون بشه. خب ما باید این پدیده رو بتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. نوع مطالعهش به چه صورته؟ به صورت الکترومغناطیسی، یعنی اثرش اثر جریانیه. ما باید بیایم بررسیش کنیم که آیا این جریانی که داره وارد میشه و این ولتاژ و اضافه ولتاژی که داره ایجاد میکنه، به عنوان مثال مشکل عایقی برای مقره هامون، برای دکلامون، برای برج هامون به وجود میاره یا نمیاره. بحث دیگه بحث اشباع ترانسفورماتورهای جریان هستش. خب این ترانسفورماتورهای جریانی یا همون سی تی های ما، همونطور که میدونیم یه اتفاقی که میفته توش اتفاق اشباع هستش. خب ما باید نذاریم این اتفاق بیفته، چون اندازه‌گیری ترانسفورماتورهای جریان بر مبنای جریانیه که این توی ثانویه میتونه نشون بده. یعنی از اولیه‌اش که همون خط انتقال داره یک جریان میگذره، اگر این جریان از یک مقدار زیاد باشه این سی تی ما به اشباع خواهد رفت و توی ثانویه دیگه جریانی نشون نمیده. حالا هر کدوم از اینها رو من مورد بررسی قرار میدم که یک تسلط نسبی داشته باشه روی موضوعات و بعدش دیگه وارد موضوعات اصلیمون میشه. بحث اتصال کوتاه خب بحث خیلی مهمیه. وقتی یک اتصال کوتاه رخ میده، به عنوان مثال شما یک شبکه رو در نظر بگیرید، یک ژنراتور داریم تو این قسمت، اسمشو بذاریم جی. این ژنراتور میاد وارد یک باسباری میشه، به عنوان مثال یک باسبار 15 کیلوولتی. بعدش حالا وارد سیستم های بعدی میشه، من ترانسفورماتورهای نشون نمیدم. حالا توی اینجا یک اتصال کوتاه تک فاز به زمین ایجاد میشه. خب این اتصال کوتاه که با شورت سرکت من نمایش بدم خدمتون، یا همون SC، جریان خیلی زیادی رو داره جاری میکنه به زمین. این جریان به چه صورتیه؟ نا کنید اگه بخوایم شکلش رو نمایش بدیم به این حالته که اگر قسمت عمودی ما باشه جریان اتصال کوتاه و اینجا هم باشه زمان ما، یعنی محور افقی ما باشه زمان، جریان به چه صورتیه؟ من با یه رنگ دیگه نمایش بدم. جریان وقتی که اتصال کوتاه رخ میده، ما انتظار داریم یک جریان خیلی زیاد جاری بشه توی مدار. به این صورت کاهش پیدا میکنه تا وقتی که این اتصال کوتاه رفع خطا بشه و برگرده به حالت پایدار خودش. خب میبینیم که توی یک قسمت ما یه جریان خیلی زیاد داریم و همینطور یه جریان منفی خیلی زیاد و بعدش دیگه برمیگرده به حالت ماندگار، یعنی بعد این دیگه ما حالت سینوسی خودمون رو داریم. خب تو این بخش که شاید در حد میلی ثانیه باشه، ما باید تحلیل هامون رو انجام بدیم که اون تجهیز مورد نظر ما بتونه این جریان اتصال کوتاه رو از خودش عبور بده و خب یه مشکل خاصی براش به وجود نیاد. این بحث اتصال کوتاه ما. حالا توی کلیزنی چه اتفاقی میفته؟ توی کلیزنی شما به عنوان مثال یک بانک خازنی رو در نظر بگیرید. وقتی که بانک خازنی رو ما سویچینگ انجام بدیم روش چه اتفاقی میفته؟ من یک شبکه رو براتون مدل کنم. شما فرض کنید که یک ترانسفورماتور توی این قسمت دارید، به این صورت این ترانسفورماتور میاد توی یک تابلوی اصلی به این حالت. حالا این تابلو هم وصل میشه به یک باسبار دیگه، به عنوان مثال اینجا باشه 20 کیلوولت. خب توی باسبارهای 20 کیلوولت ما میتونیم که به تعداد خیلی زیاد ما خازن داریم. حالا میتونه روش بارم باشه، من این بارم براتون مدل کنم. این بار حالا میتونه بار خونگی باشه که رفته توی شبکه توزیع، یک بار صنعتی و حالا بارهای دیگه. بحث دیگه که داریم اینه که خب ما توی اینجا یک بریکرهایی هم داریم، یعنی دو سر خط ما حتما یک بریکرهایی داریم توی اینکامینگ. خب ما میدونیم که بانک خازنی به صورت موازی میاد توی باسبار قرار میگیره. به این صورت وقتی که ما میایم این بانک های خازنی رو وصل میکنیم، خب با یک کلیدی که کلیدهای مخصوص سویچینگ خازنی هستش میان وصل میشن به شبکه ما. تو اون زمانی که این وصل میشه ما یک جریان خیلی زیادی رو داریم میبینیم دو سر این کلیدها. این جریان به چه صورتیه؟ ناکنید اگه من بخوام به صورت نموداری نمایش بدم خدمتون، این اگه باشه نمودار جریان ما، اینم باشه زمان ما. شما توی حالت عادی خب یه جریان سینوسی رو دارید میبینید دیگه توی شبکه، به این حالت این به عنوان مثال باشه جریان ما، اینم که زمان ما. وقتی که ما اتصال کوتاه یا کلیزنی خازنی رو انجام میدیم، به عنوان مثال بیای تو اینجا کلیزنی انجام بشه، چه اتفاقی میفته؟ ناکنید توی این زمان ما یک پیک جریانی خیلی زیاد و خیلی تیز توی این قسمت خواهیم دید، یعنی جریان به این حالتی میاد این جریان و توی جای دیگه وارد همون موج اصلی جریانمون خواهد شد. این ناشی از چیه؟ ناشی از کلیزنی خازنی هستش. یعنی این قسمت چی میشه؟ اینجا خازن میاد توی مدار، یعنی وارد مدار میشود.
دیدیم که وقتی که وارد مدار شد چه اتفاق افتاد. در عرض چند میکروثانیه یا چند میلی ثانیه یه جریان خیلی زیاد وارد مدار کرد، باز جریان اومد به حالت عادی خودش. خب این کلیدی که ما توی اینجا استفاده کردیم برای این سویچ زنی خازن‌ها باید بتونه این جریان رو تحمل کنه. بنابراین باید یک مطالعه انجام بشه که آیا این کلید میتونه تحمل کند یا نه. این تحلیل میره تو کدوم تحلیل‌ها؟ توی تحلیل حالت گذر از نوع الکترومغناطیسی. خب بحث بعدی ما بحث سائقه هستش. میایم سائقه رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که سائقه چی هستش و برای چی باید توی مطالعه‌مون حتما اون رو در نظر بگیریم و مورد مطالعه و تحلیل قرار بدیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، من روی یه دونه شکل رو که توی سیستم قدرت هستش براتون نمایش میدم. شما هم خب نحوه کشیدن رو اینو یاد بگیرید که اگه این کشیدن‌ها و این طرح‌ها رو درست رفت کنید، خیلی راحت میتونید نحوه جاری شدن جریان اتصال کوتاه یا سائقه رو برای خودتون رسم کنید. برای رسم کردنش به این حالتی که شما در ابتدا سطح زمینی خواهید داشت، یعنی اون قسمتی که ما خب روش وا میسیم، اسمش رو میذاریم سطح زمین. به جز سطح زمین یک قسمت دیگه هم داریم، کمی پایین‌تر نمایش میدم، پایین‌تر از سطح زمین قرار میگیره. اسم این چیه؟ اسمش رو میگن جرم زمین. جرم زمین کجا هستش دانشجو؟ جرم زمین جاییه که ولتاژ توی اونجا در تمام نواحی صفره. از نظر تئوری جرم زمین یک صفحه مسی بسیار بزرگه که پایین‌تر از سطح زمین قرار گرفته و ولتاژ در همه قسمت‌های اون صفره. خب این از زمین ما. حالا ما می‌خوایم یه دون دکل رو بیایم اینجا مدل سازی کنیم. این دکل به چه صورتیه؟ شما دکل‌ها رو توی جاده خیلی راحت می‌بینید. دکل یک سازه آهنی خیلی بزرگه که خب 63 به بالا میشه، 63 کیلووولت، 132 کیلووولت، 230 و الی آخر. این دکل‌ها به این صورتی که یک کنسول روش نصبه. روی این کنسول که حالا مثلا من حالا اینجا به این صورت نمایش میدم، مقره‌ها به این صورت نصب میشن. یک مقره در این قسمت، یک مقرم به این صورت، یک مقرم تو این وسط نصب میشه که حالا چون شلوغ میشه من نمایش نمیدم. به جز اینها ما یک سیم دیگه ای داریم به نام سیم گارد. این سیم گارد میاد با یک مقره دیگه به این حالت وصل میشه به دکل ما. خب این سیم گارد به این حالت میاد به دکل وصل میشه و به دکل دیگه انتقال پیدا میکنه. سیم فاز ما به چه صورته؟ من با یه رنگ دیگه نمایش میدم سیم فازمون رو، فقط روی خط، یعنی یه دونه فاز آ رو من اینجا نصب میکنم. این فاز آ اومده اینجا از دکل میاد و عبور میکنه میره به دکل بعدی. خب حالا شما فرض کنید که یک سائقه که با رنگ قرمز من نمایش میدم میاد و برخورد میکنه با این فازمون. این چیه؟ این همون سائقه ماست. به سائقه اصطلاح فلش آور هم میگن دیگه، یعنی یک ابر اینجا وجود داشته. این اگه ما ابر ما باشه، این ابر میاد یک سائقه میزنه برخورد میکنه به سیم گارد ما. این جریانی که میاد وارد سیم گارد ما میشه، به عنوان مثال شما فرض کنید که 40 کیلو آمپر دامنش باشه. خب 40 کیلو آمپر یک مقدار خیلی بزرگه دیگه. این 40 کیلو آمپر میاد مسیرش رو به چه صورتی میبنده؟ ببینید این سیم گارد به صورت الکتریکی وصل به این دکل ما. خب زیر دکل ها هم میدونیم که یک سیستم زمینی وجود داره دیگه، یعنی یک میشی به این صورت وصله. این مشبندی ما زیر دکلامون، تجهیز فلزی ما با یک سیمی که بهش میان رایزر وصل میشه به مش زمینمون. خب این مش زمینم نسبت به جرم زمین یا همون سطح پتانسیل صفر یک مقاومتی داره. حالا به عنوان مثال من این مقاومت رو 10 بگیرم، یعنی 10 اوم مقاومت بین مش و جرم زمینه. این جریان 40 کیلو آمپر میاد وارد دکلمون میشه، یعنی به این صورت میاد وارد دکل میشه، میاد پایین وارد مش ما میشه. خب وقتی که وارد این میشه از اینجا جاری میشه به این مقاومت دیگه چون مسیر نداره، اینجا میچرخه و وارد این قسمت میشه. وقتی که وارد این مقاومت میشه چه اتفاقی میفته؟ خب یک ولتاژی داره اینجا ایجاد میکنه، یک اصطلاح به نام جی پی آر. این جی پی آر چیه؟ ولتاژ زمین ماست. ولتاژ زمین به چه صورت به دست میاد؟ 10 ضرب در 40 کیلو آمپر. 10 ضرب در 40 کیلو آمپر به چه صورتی میشه؟ میشه 400 کیلو ولت. یعنی چی؟ یعنی وقتی که سائقه میاد وارد میشه به این دکلمون، 40 کیلو ولت این تجهیز برقیمون برقدار میشه. بنابراین یک ولتاژ خیلی خطرناکه. خب حالا اتفاقی که میفته، ما الان اینجا تجهیز ما 400 کیلو ولت برق داره.
حالا شما فرض کنید که این تک کلمات چند کیلوولت باشه. این تک کلمات طراحی شده برای یک ولتاژ به عنوان مثال 63 کیلوولت. خب یعنی مقرهای ما طراحیشون بر مبنای 63. الان دیدیم که وقتی که سائقه وارد خط میشه و میاد وارد زمین ما میشه، این تجهیز برق یعنی این قسمت ها، کنسول ها و دکل ما 400 کیلوولت ولتاژ رو خواهد داشت. این 400 کیلوولت خیلی مشخصه دیگه، از مقدار مقاومت عایقی این مقره خیلی زیادتره. خب این 400 کیلوولت باعث چی میشه؟ باعث میشه که توی این مقره یک اتصال کوتاهی به این صورت زده بشه، یعنی مقره نتونه این ولتاژ رو تحمل کنه و یک آرک زده بشه. به این آرکه اصطلاحاً چی میگن؟ بهش میگن بک فلش آور. یعنی به سائقه میگفتن فلش آور، به این آرکی که توی مقره به خاطر این 400 کیلوولت زده میشه بهش میگن بک فلش آور. بنابراین دیدیم که سائقه تأثیرش به چه صورته. یعنی اگر ما بحث زمینمون خیلی خوب نباشه، وقتی که سائقه زده بشه احتمال داره مقره هامون کامل بترکه و از مدار خارج بشه. لذا برای اینکه بتونیم این رو تحلیل کنیم، باید خب توی نرم افزار بتونیم اینو مدل کنیم، یعنی سائقه رو وارد کنیم به سیستم، بعد بیاین ولتاژ ها رو، یعنی اضافه ولتاژی که داره ایجاد میکنه توی سیستم، مورد بررسی قرار بدیم که آیا این سیستم های عایقی مقره و حالا ادوات دیگه میتونه اون اضافه ولتاژ ناشی از سائقه رو تحمل کنه یا نه. بنابراین اینم از اهمیت مطالعه روی پدیده سائقه. میرسیم به بخش معرفی نرم افزارهای مطالعه سیستم قدرت. خب همونطور که میدونید نرم افزارهای خیلی زیادی داره استفاده میشه توی صنعت برای اینکه بتونیم سیستم قدرت رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدید. نرم افزارهایی که خیلی زیاده رو من اینجا خدمتتون معرفی میکنم که خب باهاشون آشنا بشید، قابلیت هاشون رو بشناسید که توی شبیه سازی یا حالا پروژه‌ای که داشتید توی انتخاب دستتون راحت‌تر باشه و دستتون بازتر باشه برای انتخاب نرم افزار. اول نرم افزار دیچ سایلنت هستش که خب اسم اصلی این نرم افزار پاور فکتوری هستش که خب دیگه به صورت اشتباه دیگه الان همه دیچ سایلنت میگن توی ایران بهش. این نرم افزار در سال 1985 توسط شخصی به نام مارتین اشمیت یه شرکتی به نام شرکت دیچ سایلنت راه اندازی شد و تأسیس شد. توی این شرکت دیچ سایلنت نرم افزار پاور فکتوری ساخته شد و معرفی شد به بخش صنعتی برق. این نرم افزار یه نرم افزار خیلی خوبی هستش، یعنی خیلی قدرتمنده و خیلی خوب جای خودش رو توی بازار باز کرد و همه تقریبا میل کردن به استفاده از این. استفاده هایی که ما میتونیم توی این کنیم، میتونیم توی بحث حالت ماندگار، یعنی مطالعه مثل پخش بار، اتصال کوتاه، قابلیت اطمینان و غیره ازش استفاده کنیم. توی بحث حالت گذرا مثل همون چیزایی که خدمتتون عرض کردم، مثل سائقه، کلید زنی، میتونیم از این نرم افزار استفاده کنیم. و مهمترین مزیت این نرم افزار اینه که خب برنامه نویسی داره. برنامه نویسیش خب یه زبانی مختص خودش داشت به نام DPL که خب قدیم ازش استفاده میشد. این DPL تقریبا شبیه زبان C هستش و خب جدیدن این نرم افزار رفته سمت زبان برنامه نویسی پایتون. یعنی کسایی که پایتون بلدن خیلی راحت میتونن برنامه نویسی کنن و لینک بشن به این نرم افزار و کاراشون و پژوهشی که دارن رو به راحتی انجام بدن. خب این نرم افزار توی تقریبا 40 تا کشور داره استفاده میشه. خب توی ایران که شبکش خب خیلی راحت میشه توی دیچ سایلنت شبیه سازی کرد. این نرم افزار تقریبا میشه گفت برای بخش انتقال و برای بخش سیستم قدرت طراحی شد، ولی خب جدیدن داره دید صنعتی هم پیدا میکنه، یعنی یک پلنت های صنعتی مثل پتروشیمی، شرکت های فولاد، شرکت های سیمان را هم دارن میارن سمت دیچ سایلنت، یعنی توی دیچ سایلنت دارن مدل میکنن. در کل یه نرم افزار خیلی قدرتمندیه که خب استفاده ازش خیلی راحت تره و یه هلپ خیلی قوی هم داره که خب اینا جزء مزیت‌هاش حساب میشه. نرم افزار دیگه نرم افزار ایتپ هستش. این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار صنعتی وارد بازار شد، یعنی برای تحلیل شبکه‌های صنعتی به عنوان مثلا پلنت‌های صنعتی استفاده شد و خب یه ظاهر صنعتی تری داره. یه عیب اصلی که میتونیم برای این نرم افزار بگیم اینه که برنامه نویسی نداره، یعنی ما هیچ گونه کدی نمیتونیم برای این نرم افزار بزنیم. ولی خب از نظر مزایا میتونیم بگیم که برای هماهنگی حفاظتی یا پروتکشن کوردینیشن توی بخش MV و LV یکی از بهترین نرم افزارهای موجود توی بازاره. یعنی اگه میخواین شما توی 120 کیلوولت هماهنگی حفاظتی انجام بدید، از ایتاب خیلی راحت میتونید استفاده کنید و نتایج خیلی مطمئن تری به شما خواهد داد و خب خیلی آسان تر، یعنی همین کار رو توی دیچ سایلنت میشه انجام داد ولی با سختی خیلی زیادتری. توی ایتاب خیلی راحت تر میتونیم هماهنگی حفاظتی رو انجام بدیم و خب ایتاب برای
موضوعاتی که صنعتی ترن خیلی بیشتر میتونیم ازش استفاده کنیم. نرم افزار دیگه نرم افزار سایم هستش. این نرم افزار هم یه نرم افزار خیلی معروفیه که خب توی ایران کمتر استفاده شده، یعنی خیلی نتونست توی ایران بازار پیدا کنه، ولی خب بازم استفاده میشه، که خیلی شبیه دیچ سایلنت، یعنی یه رقیب اصلی برای دیچ سایلنت حساب میشه. همون کارهایی که توی دیچ سایلنت میشه انجام داد میشه توی سایم هم انجام داد. حالا سایم یه گروه خیلی زیادتری هم داره، یعنی یه سایم یک نرم افزار داره مربوط به مطالعه سیستم قدرت، بعد یه نرم افزار داره به عنوان مثال نرم افزار سایم کپ برای سایزینگ کاپلا ازش استفاده میشه، یه نرم افزار دیگه داره به نام سایم جی آر دی یا سایم گرید که برای تحلیل سیستم زمین استفاده میشه، که این دوتا نرم افزار جزء نرم افزارهای تاپ صنعت و کسایی که توی شرکت مشاوره کار میکنن حتما کارشون به سایم کپ یا سایم جی آر دی خواهد خورد. و در کل یه رقیب خیلی خوبیه برای دیچ سایلنت. نرم افزار دیگه اسکایم هستش، که خب اسکایم هم تقریبا شبیه ایتا هستش، یعنی ظاهر صنعتی داره. نرم افزار دیگه که خیلی نرم افزار پرقدرتی هستش و تقریبا میشه گفت که رهبر نرم افزارهای دیگه هستش، نرم افزار PSSE هستش. این نرم افزار توسط شرکت PTI ساخته شد، بعدش حالا به شرکت زیمنس فروخته شده. بعد یک نرم افزار قوی، یعنی قوی ترین نرم افزاری که برای حالت پایدار، یعنی به عنوان مثال برای مطالعه پخش بار میشه معرفی کرد، نرم افزار PSSE هستش. این نرم افزار یک کد خیلی قوی داره، یعنی شبکه‌ای که باز خیلی زیاد دارن، به عنوان مثال شبکه آمریکای شمالی که خب بزرگترین سیستم قدرت دنیا هستش، توی PSSE شبیه سازی شده و مدل شده و در عرض چند ثانیه میتونه اون هزاران بازی که توی شبکه سیستم قدرت آمریکای شمالی هستش رو در عرض چند ثانیه، یکی دو ثانیه میتونه پخش بارش انجام بده و نتایج برای شما نشون بده. PSSE در کل یک نرم افزاری که تقریبا میشه گفت از بالا نگاه میکنه به سیستم قدرت، یعنی خب کار حفاظتی و همچین کارهایی نمیشه انجام داد، ولی کار برنامه ریزی و به عنوان مثال طرح توسعه اگه میخوایم انجام بدیم، PSSE خیلی نرم افزار خوبی هستش. و خب کار کردن باش یکم سخته و باید از هلپش استفاده کنید، مخصوصا اونایی که میخوان یک مطالعه خیلی خوبی توی سیستم قدرت داشته باشن حتما برن سمت منوال PSSE، که خب یک منوال خیلی قوی هستش که از نظر تئوری میتون خیلی چیزا بهتون یاد بده. نرم افزار دیگه فینکال هستش. این نرم افزار ما میتونیم بگیم که قوی تر نرم افزار از همه جوانب، یعنی از نظر حالت پایدار، از نظر حالت گذرا، بعدش عرض کنم خدمتتون که برنامه نویسی داره، یعنی از دیچ سایلنت هم میتونه بزنه جلوتر، یعنی یه نرم افزار جامع هستش برای همه موارد مطالعه توی سیستم قدرت. حالا بیایم سمت مدل سازی تجهیزات سیستم قدرت. ما هدفمون از این آموزش این بود که بیایم تجهیزات رو مدل سازی کنیم، یعنی یک پروژه‌ای داریم می‌خوایم اینو شبیه سازی کنیم توی یکی از نرم افزارها، حالا هر نرم افزاری که انتخاب کردید، باید بتونیم خب تجهیزات رو شناسایی، مطالعه یعنی مدل سازی دقیق انجام بدیم، با اعداد خیلی واقعی وارد نرم افزار کنیم. یه المان خیلی مهمی که استفاده میشه شبکه سراسری هستش. ابتدا بیاییم ببینیم اصلا منظورمون از شبکه سراسری چی هستش. ببینید این شکل کلی یه شبکه سراسری هستش که حالا این شکل توی نرم افزار دیچ سایلنت هستش، توی نرم افزار ایتاب با یه شکل مثلث اینو نمایش داده، یعنی یک مثلث به این حالت نمایش داده که حالا داخلش به این صورته، به این حالت توی ایتاب به این شکل نمایش داده. حالا توی ایتاب اسمشو گذاشته پاور گرید، توی نرم افزار دیچ سایلنت به شبکه سراسری گفته اکسترنال گرید. ما می‌خوایم مفهوم این شبکه سراسری رو بدونیم، اول مفهومش برامون جا بیفته، بعدش خب استفاده یا پارامترهایی که می‌خوایم رو به دست میاریم. من با یه شکل نمای سیستم قدرت رو براتون بکشم. شما فرض کنید که برای مؤسسه فرادرس ما می‌خوایم هماهنگی حفاظتی انجام بدیم. خب ما می‌خوایم هماهنگی حفاظتیشو ببریم تو نرم افزار مثل ایتاب. خب ما اگه بخوام یه مدل کلی از شبکه قدرت رو براتون بکشم، خب توی تهران دقیقاً این اتفاق افتاده که یک ترانسفورماتور 63/20 هستش، حالا یا چند تا، من حالا به عنوان مثال فقط یکیشو در نظر میگیرم. این ترانسفورماتور اومده چیکار کرده؟ اومده 63 کیلوولتی که از نیروگاه، یعنی از خط انتقال ما گرفتیم، تبدیل کرده به 20 کیلوولت. خب این 20 کیلوولت وارد چی شده؟ وارد سیستم توزیع ما شده، یعنی این باسمون چند کیلوولته؟ 20 کیلوولت. خب ما میدونیم که شبکه توزیع ما به صورت حلقوی هستش، یعنی به این صورت اومده پخش شده توی یک حلقه به این صورت. خب این الان باسهای 20 کیلوولت ما هستش. به عنوان مثال
ما میخوایم الان از 20 کیلو ولت که توی اینجا قرار گرفته استفاده کنیم. خب 20 کیلو ولت که ما نمیتونیم برای مصرف استفاده کنیم. مجبوریم یه دونه ترانس توزیع اینجا قرار بدیم. ترانس توزیع وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که 20 کیلو ولت بیاره تا ولتاژی که ما بتونیم توی خونه یا توی مراکز صنعتی استفاده کنیم. خب برای اینکه اینو بتونیم استفاده کنیم این 20 کیلو ولت باید تبدیل بشه به 400 ولت. یعنی 20 تبدیل میکنه به 4 کیلو ولت. توی اینجا ما ولتاژی که داریم چنده؟ 400 ولت. این 400 ولت خب توی خونه هامون ما داریم دیگه، بارهای مختلف بهش وصل خواهد شد. توی هر کدوم از این باسا ما تعداد زیادی از ترانس توزیع خواهیم داشت. حالا شما فرض کنید که فرادرس تو اینجا قرار گرفته. برای اینکه اینجا مدل سازی کنم به عنوان مثال، ما اومدیم از ترانس توزیع رد کردیم، اومدیم به اینجا رسیدیم به فرادرس. این فرادرس که اینجا قرار گرفته خب بارهای مختلفی داره دیگه. من اینجا براتون بکشم، نکنید شما فرض کنید که این باسه اسمش باشه B2. من از B2 گرفتم رفتم به شرکت فرادرس به این صورت، این قسمت باشه فرادرس ما، یعنی یه باری به این حالت، اینجام که B2. آیا لازمه برای اینکه من تحلیل هامون روی فرادرس انجام بدم بیام کل این شبکه رو مدل کنم؟ خب یه کار خیلی غیر منطقیه. یعنی باید چقدر وقت بذاریم تا این کل این شبکه رو بیاریم داخل یک نرم افزار مدل سازی کنیم تا اینکه فقط برای فرادرس یا یه شرکت دیگه هماهنگ حفاظتی انجام بدیم؟ خب راحت این کار چیه؟ بیایم کل این شبکه بالا دست رو، یعنی این شبکه B2 به بالا، یعنی از اینجا به بالا رو با یه دونه المان مدل کنیم، یعنی یک المان به این حالت در نظر بگیریم، بگیم خب من کل اینو با این مدل کردم، اسم این چیه؟ این همون شبکه سراسری هستش. خب تحلیل ها رو انجام بدم، یعنی این شرکتی که من اینجا دارم خیلی راحت الان میتونم روش تحلیل ها رو انجام بدم به همین راحتی. یعنی شبکه سراسری وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که کار ما رو برای شبیه سازی و مدل سازی خیلی راحت تر میکنه. کلا پارامترهایی که اینجا نیاز داره، 4-5 پارامتر لازم باشه که ما به اینجا بگیم، یعنی حالا پارامتری که مثلا هستش به عنوان مثال ولتاژ این جریان اتصال کوتاه و پارامترهایی که توی اسلایدهای بعدی خدمتتون میگم، اونا رو وارد می‌کنی و دیگه کاری نداریم که دیگه بالا دست چیه. میگم کل اینو ما مدل کردیم با یک شبکه سراسری و تحلیل هامون رو روی همین قسمت پایینی یعنی شرکتمون انجام میدیم. خب این از یک معرفی کلی و مفهومی از شبکه سراسری. حالا بیاین ببینیم وقتی که میخوایم شبکه سراسری وارد نرم افزار کنیم چه پارامترهایی نیازه و خب این پارامترها رو چجوری تعیین کنیم. اولین پارامتری که ما نیاز خواهیم داشت سطح ولتاژ، یعنی باید بگیم که خب این شبکه سراسری سطح ولتاژش به چه صورتیه، این سطح ولتاژ رو حالا از کجا باید پیدا کنیم. دوم این پارامتر قدرت اتصال کوتاه شبکه سراسری. من اینجا برای شکلتون رو بکشم، شکل این شبکه‌ای که میخوای به عنوان مثال ما یه شبکه سراسری اینجا داریم. خب این وصل شده به یک باسی، این باسم الان میتونه بار داشته باشه یا نه اصلا کلش رفته باشه به یک ترانس هایی هم رفته باشه به عنوان مثال به این صورت. این اگه باشه یه شبکه سراسر، یه دونه شبکه قدرت. به عنوان مثال فرض کنید که توی این قسمت یک اتصال کوتاهی رخ بده. خب این جریان ISC که داره از اینجا جاری میشه به چیا مربوطه؟ به ترانسفورماتورها، به بارها و به این شبکه سراسری. یعنی این شبکه سراسری چقدر جریان تزریق خواهد کرد به این نقطه اتصال کوتاه شده. بنابراین دونستن اینکه قدرت اتصال کوتاه چقدره خیلی برام مهمه و همینطور کاربردهای دیگه ای داره که توی اسلایدهای بعدی بهشون اشاره میکنم. خب پارامتر دیگه نسبت ایکس آروم شبکه است. یعنی ما باید بدونیم که ایکس آروم شبکه چند هسته که خب این مقدار تو کجا به درد میخوره. به عنوان مثال توی مقدار پیک جریان اتصال کوتاه خیلی تاثیر داره. خب اینو من بهتون یاد خواهم داد و اینکه خب مقدارش از کجا به دست بیاد. اولین پارامتر سطح ولتاژ هست. برای اینکه سطح ولتاژ رو ما پیدا کنیم مجبوریم بریم سمت استانداردها. استانداردی که سطح ولتاژ ها رو آورده گفته استاندارد IEC 638 هستش. و همینطور از یه استاندارد دیگه هم میتونیم استفاده کنیم، اونم استاندارد IEC 62271 خواهد بود. استاندارد IEC 638 در حالت کلی استاندارد ولتاژی هستش. استاندارد IEC 62271 استاندارد مربوط به تابلوهای فشار قوی هستش که توی اونجا اومده خب ولتاژها رو تعیین کرده و نامگذاری کرده. من توی اسلاید بعدی بیام تقسیم بندی ولتاژها رو براتون بگم که دیگه آشنا بشین باش. اولی سطح ولتاژی که تعریف کردن سطح ولتاژ الوی هستش که خب ما خیلی زیاد شنیدیم. حالا باید ببینیم این به چه ولتاژ هایی میگن الوی یا لو ولتاژ، یعنی ولتاژ های فشار ضعیف یا ولتاژ های پایین. در حالت کلی ببینید ولتاژ هایی که مقدارشون کمتر از 1 کیلو ولت باشه بهش میگیم
لو ولتیج. توی ایران ولتاژهای لو ولتیجمون چی هستش؟ خب یک ولتاژی که ما خیلی باش کار میکنیم 400 ولت هستش. خب ولتاژ دیگه چیه؟ ولتاژ به عنوان مثلا بعضی موقع ترانسایی توی شرکت‌های فولاد خواهید دید که 690، یعنی از خروج 690 به مثلا ماشین‌های الکایی وصل میشه. این دو تا سطح ولتاژ رو ما خیلی توی توزیع می‌بینیم. خب دومین دسته بندی MV خواهد بود. MV چیه؟ MV همون میدیوم ولتاژ یا ولتاژ فشار متوسط هستش. مقدارش از کجا تا کجا؟ ببینید وقتی که ولتاژ ما بین 1 کیلو ولت تا زیر 52 کیلو ولت باشه بهش میگیم MV. خب مثالی که میتونیم براش بزنیم توی ایران چیه هستش؟ یه دون کاربرد مصرفی خواهیم داشت که ازش میایم مصرف میکنیم. این مصرفی چند کیلو ولت هن؟ ما توی موتورهای الگاییمون ولتاژهای 6 کیلو ولت داریم، 11 داریم و 6 و 6 داریم، 3 و 3 داریم و حالا ولتاژهای دیگه. خب اینا رو به عنوان مصرفی استفاده میکنن. توی میدیوم ولتاژ